سلام دوستان، امیدوارم که حالتون عالی باشه و تمام درس‌های قبل رو با دقت کار کرده باشید. دعوتتون میکنم دوستان به یکی از مباحث بسیار بسیار ساده و در این حال بی نهایت مهم و تأثیرگذار در زبان عربی عراقی دوستان، که همون در واقع بحث حروف اضافه و ربطه. ببینید دوستان، حروف اضافه و حروف ربط چی هستن؟ حروف اضافه رو اول میگم. حروف اضافه دوستان در واقع کلماتی هستن که به اونها باید برای تکمیل معنی یه چیزی اضافه بشه. مثلا وقتی که میگیم از، حتما به دنبال از باید به هر حال یک اسمی رو بیاریم. مثلا باید حتما بگیم مثلا از اهواز، از دوستم، از ساعت 8. یا وقتی که میگیم مثلا تا، خب این تا باید بعدش حتما یه چیزی رو بیاریم. مثلا حتما باید بگیم تا خانه، تا مدرسه، تا ساعت 12، تا اکتبر مثلا، به این صورت. به اینا بگیم حروف اضافه. حروف ربط هم دوستان خب حروفی هستن که باعث در واقع ارتباط بین کلمات یا جملات میشن. مثلا کلمی مثل و که خب بین عربی و فارسی هم مشترکه، یک حرف ربطه. مثلا ما میگیم خانه و مدرسه، با این و داریم بین خانه و مدرسه ارتباط برقرار میکنیم. یا مثلا کلمی مثل اگر، یا ربط دهنده هستن دوستان، حرف ربطن. چرا؟ چون وقتی اگر رو میگیم حتما دو جمله رو میتونیم به هم ربط بدیم. مثلا اگر درس بخونم نمره خوبی میگیرم. ببینید، درس بخونم نمره خوبی میگیرم، این دو تا جمله جدان که با یه اگر داریم به هم وصلشون میکنیم. خب اما بریم سراغ دوستان این حروف که در این حال که بسیار ساده هستن دوستان، بی‌نهایت کاربرد هستن. هیچ جمله‌ای در، خیلی جالب دوستان اینو بدونید، تقریبا هیچ جمله‌ای در هیچ زبانی وجود نداره که در اون از حروف اضافه استفاده نشه. یعنی کمتر جمله یه واقعیتش که نیاز به حروف اضافه نداشته باشه. خب همونطور که میبینید دوستان، حرف ب به معنی در یا درون هست. مثلا ما میگیم از کنم خدمت شما بالاهواز، یعنی در اهواز. یا مثلا میگیم بالاسیا، در آسیا. بالبیت، در خانه. من یعنی از دوستان. مثلا میگیم من مدرسه، من مدرسه، از مدرسه، به این صورت. علا یعنی روی یا درباره، روی یا درباره. عن یعنی از، عن یعنی از، از کاربرد عن دوستان یه مقداری با من فرق می‌کنه. من بیشتر از به معنی در واقع مثلا مثل این حالت که بگیم از یک جا یا از یک شخص، اما عن دوستان به معنی از آنه، یه همچین معنی داره که بعدا براتون حتما مثال می‌زنم. ل به معنی برای یا به سویه هست. ل هم برای هم به سویه. حد یعنی تا، حد یعنی تا. ویه یعنی با یا همراه. ویه با یا همراه. لو هم به معنی یا هم اگر دوستان، لو هم یا هم اگر. لکن اما، لکن اما که توی فارسی هم استفاده میشه. اذا، اذا دوستان هم به معنی وقتی که، هم در صورتی که، حتی گاهی به معنی اگر هم میتونه باشه دوستان. پس اذا حرف اضافه بسیار مهم و پرکاربردیه. یه مقداری هم دوستان میشه گفت حالت رسمی داره، ولی خب کاملا کاربردی است، هم در موقعیت‌های رسمی، هم در موقعیت‌های روزمره و محاوره 100% کاربردی است. پس اذا به معنی وقتی که. خب دوستان، اینا در واقع پرکاربردترین حروف اضافه و ربط زبان عربی هستن که خدمتون عرض کردم. خواهش میکنم حتما دوستان خوب اینا رو به خاطر بسپارید در جملاتی که در واقع درس های بعد خواهیم. سلام دوستای عزیزم، امیدوارم که حالتون عالی باشه. من علی کیانپور هستم، باعث افتخاره که در خدمتون هستم و متشکرم که با من در مشاهده این ویدیو همراه بودید. دوستان میتونید پکیج کامل ما رو از طریق واتساپ، تلگرام یا از طریق تماس تلفنی با شماره 0916 533 1563، همونطور که در تصویر میبینید، با این شماره دوستان تماس بگیرید و از هر جای دنیا که هستید پکیج مورد نظرتون رو به صورت کامل دریافت کنید.